سرخط خبرها. کشته شدن یک مقام محلی طالبان در ولایت سمنگان. فردی در ولایت بدخشان یک طالب را کشته و سلاحش را با خود برده است. زلمه خلیلزاد گفته است که رفتار طالبان درباره موضوع حقابه ایران خیشتندارانه و دولت مردانه است. طالبان 6 تن را در ولایت قندهار شلاق زدند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان می‌گوید سازمان ملل به وضعیت زنان در زندان‌های طالبان رسیدگی کند. ندا محمد ندیم گفته است کشورها به بهانه حقوق بشر در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کنند. و شورای پناهندگان ناروی میگوید طالبان روی رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل کار میکنند. با مهمترین خبرهای این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروح خبرها. کشته شدن یک مقام محلی طالبان در ولایت سمنگان. منابع محلی در ولایت سمنگان میگویند که یکی از مسئولان امنیتی طالبان برای ولسوالی حضرت سلطان این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس کشته شده است. عبدالحمید عامر جنایی قماندانی امنیه طالبان برای ولسوالی حضرت سلطان شام روز گذشته در مسیر این ولسوالی به شهر ایبک هدف قرار گرفته است. منابع محلی بر رسانه‌ها گفتند که این عضو طالبان به تازگی از ولسوالی دریسوف پایان ولایت سمنگان به ولسوالی حضرت سلطان تبدیل شده بود. گروه طالبان با تایید این خبر میگوید که تاکنون انگیزه این قتل روشن نشده و تحقیقات در این مورد جریان دارد. فردی در ولایت بدخشان یک طالب را کشته و سلاحش را با خود برده است. منابع محلی در ولایت بدخشان خبر دادند که فردی در این ولایت یک طالب را با ضرب چاقو کشته و سلاحش را نیز با خود برده است. منابع امروز گفتند که این طالب عتیق الله نام داشت و باشنده روستای روی دشت ولسوالی درایم بدخشان بود. و گفته یه باشندگان محل این فرد ابتدا با یک چاقو بر این طالب حمله کرده و پس از کشتن او یک میل سلاحش را نیز با خود برده است. منابع در مورد هویت فرد متهم جزئیات ارائه نکرده است. طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی بر رسانه ها نگفتند. زلمه خلیلزاد گفته است که رفتار طالبان درباره موضوع حقابه ایران خیشتندارانه و دولت مردانه است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با اظهار نظر درباره تنش میان ایران و طالبان بر سر آب هلمند گفته است که در حالی که مقامات ایرانی قدرت نمایی و افغانستان را تهدید می‌کنند، طالبان به طور شگفت‌انگیز نسبت به این موضوع خیشتندارانه و دولت مردانه رفتار می‌کنند. و این صبح امروز در تویتر رهبران ایران را متهم کرده است که در قبال افغانستان دست به اقدامات خصمانه می‌زنند. خلیلزاد افزوده است که مقامات طالبان به طور شگفت‌انگیز نسبت به این موضوع خیشتندارانه و دولت مردانه رفتار کرده. طالبان میگویند که به معاهده سال 1351 متحد هستند و در عین حال استدلال میکنند که میزان آب به دلیل خشکسالی و تغییرات آب و هوایی کاهش یافته است. طالبان 6 تن را در ولایت قندهار شلاق زدند. محکمه طالبان در ولایت قندهار 6 تن را به اتهامات مختلف در این ولایت شلاق زده است. این افراد ساعت 9 بامداد روز چهارشنبه در میدان فوتبال احمد شاهی شهر قندهار در ملای عام مجازات شدند. 5 تن از میان این افراد به اتهام لواط و 1 تن دیگر به اتهام فرار دادن یک زن محاکمه شدند. شاهدان عینی در محل محاکمه این افراد بر رسانه‌ها میگویند که هنگام ورود به محل مجازات طالبان تلفن‌های همراه آنان را جمع‌آوری کرده.
ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان می‌گوید سازمان ملل به وضعیت زنان در زندان‌های طالبان رسیدگی کند. در پی نشر گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح در مورد وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان، ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان از سازمان ملل می‌خواهد تا به این موضوع رسیدگی کند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان روز گذشته در اعلامیه گفته است که آنچه در زندان‌های طالبان می‌گذرد نقض حقوق بشر و خشونت مبتنی بر جنسیت است. در اعلامیه آمده است که ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به شدت نگران شرایط وحشتناکی است که زندانیان زن در زندان‌های طالبان در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سمنگان با آن روبرو هستند. ندا محمد ندیم گفته از کشورها به بهانه حقوق بشر در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان می گوید که برخی کشورها به بهانه حقوق بشر در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان، ندیم نصارات را روز گذشته در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده است. وی در این دیدار تصریح کرد که افغانان در یک جامعه سنتی و فکری زندگی می کنند. طالبان به هیچ کس اجازه انتقاد از فرهنگ و مفکوره افغانها را نمی دهد. و خبر اخیر این که شورای پناهندگان ناروی گفته است که طالبان روی رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل کار می کنند. یان ایگلند دبیر کل شورای پناهندگان ناروی گفته است که مقامات طالبان در قندهار به او گفتند که رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل تقریبا تکمیل شده است. آقای ایگلن امروز چهارشنبه 3 جوزا با نشر تویت گفته است که پس از 5 ماه از ممنوعیت کار زنان در سازمانهای امدادرسان بین المللی به افغانستان بازگشته و با شماری از مسئولان طالبان در قندهار دیدار کرده است. و افزوده است که من در قندهار از رهبران طالبان خواستم که یک چارچوب زمانی بدهند که چی زمانی همکاران زن ما می توانند کار خود را برای نیازمندان آغاز کنند. به گفته دبیر کل شورای پناهندگان ناروی، مسئولان طالبان در قندهار به او گفتند که رهنمودهایی که به زنان اجازه بازگشت به محل کار و از سرگیری تحصیل آنان را می دهد تقریبا تکمیل شده است.